به خاندان پهلوی منتسب گردید، برای جلوگیری از هرج و مرج بنابر حکم مجلس شورای ملی یا قوه مقننه و در واقع قدرت حاکمه ملی امر به تشکیل یک دولت موقت یا یک حکومت موقتی داده شد که کار این دولت موقت حفظ آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از هر گونه هرج و مرج و بیقانونی بود. در زمان انقلاب، در هر انقلابی، در هر زمانی که در یک کشور یک مردمی به اینجاشون میرسه، یک جنبش ملی مردمی، یک خیزش ملی مردمی که به یک انقلاب ملی تبدیل میشه، یا زمانی که یک کشور اشغال میشه مثل کشور ما ایران که 31 سال در اشغال نیروهای بیگانه است، توسط شورشیان اسلامی کشور ما اشغال شد با کمک ارتجاع سرخ، آنها بیش از هر چیز همین حرامزاده هایی که 31 سال چنگ بر خاک و مال و ناموس و شرف و حیثیت ملت ایران انداختند، اولین کاری که کردند یک دولت موقت اسلامی به وجود آوردند تا مبادا در اثر هرج و مرج نتوانند کنترلی بر اوضاع به نفع خودشون داشته باشند. برنامه هاشون قشنگ از پیش تدوین شده، نوشته شده، آماده، روز به روز برنامه ها با آمادگی و سیستماتیک پیش می رفت. و 31 ساله داره میده. در زمانی که عراق به اشغال نیروهای آمریکایی یا به عبارتی نیروهای مؤتلفه درآمد، پس از اتمام رقص و پایکوبی، وقتی این رو میخونم به یاد اون رقص و پایکوبی میفتم که پادشاه خدمتگزار وطن پرست به ایران و ایرانی ایران رو ترک میکرد، چگونه در خیابانها یک مش عمل اکله ریختند، همونهایی که بانیان این فتنه کور، این شورش بودند و مردم بیگناه رو هم با خودشون تو خیابون، مردم شکمسیر رو، بچه هایی که موز و پرتقال و نمیدونم کک و همه چی سیر 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 به خیابانها آمدند. در عراق زمانی که رقص و پایکوبی رو مردم کردند، دیدیم که چگونه بلافاصله به ادارات و مراکز دولتی و بانک ها حمله کردند و از همان هنگام القاعده و دیگر گروه های تروریستی، خصوصا پول سر سفره ملت ایران توسط تروریست هایی که کشور ما رو اشغال کردند، به انجام عملیات تروریستی در عراق پرداختند و شروع به بمبگذاری و کشتار مردم بیدفاع عراق کردند و تا به امروز ادامه داره. همین دیروز 2 ساختمون رو در کابل حکومت اسلامی زد، 17-18 نفر رو کشت، چند صد نفر رو مجروح کرد. اون وقت این حرومزاده ها در خارج از کشور میرن یه سری رو، حالا درست یا غلط، سیاه‌بازی یا حق بازی، شالاتان بازی یا هر چی که هست، درست یا غلط، مثلا میگن اینا تروریستن، به اینترپل برید اینا رو بگیرید. مگر واقعا عقل سلیمی در این جهان هستی وجود داره تروریست‌تر از خامنه‌ای، تروریست‌تر از سرداران سپاهی که دستشون تا مرفق به خون ملت ایران آلوده است، تروریست‌تر از موسوی، کروبی، خامنه‌ای، خاتمی و تمام این حرومزاده‌هایی که برادران لاریجانی و همه این آدم کشانی مثل متکی و تمام اینها که در طول این 31 سال مهره های جابجایی قدرت در طول 31 سال بودن، تروریست‌تر از اینها، بی پدر مادرتر از اینها، آدم کشتر از اینها مگه در صحنه تاریخ بشریت وجود داشته؟ در حالی که ارتش نیرومند عراق و انگلستان مستعصل باقی موندند، همانطوری که قبلا هم بارها اشاره کردم، تنها در منطقه کردنشین عراق این اختشاشات دیدی نپایید و برخلاف دیگر مناطق عراق، آرامش بران منطقه تا حدود زیادی مستولی شد. علتش هم وجود 2 سازمانی بود که اکثریت کردها از اون تبعیت می کردن. یعنی یک اتحاد ملی بین مردم کرد، یعنی کردها، و اون 2 سازمان و تبعیت از اون رهبریت وجود داشت که توانست یکی
اون به اصطلاح امنیت رو ایجاد کنه. یکی از این سازمان ها رو مسعود بارزانی و دیگری زیر نظر جلال طالبانی که اگر اشتباه نکنم الان رئیس جمهور عراقه، و این دو اگرچه با هم در حال نزاع و رقابت بودند، ولی برای حفظ منافع مردمشون، برای حفظ تاریخ و تمدن و فرهنگشون با یکدیگر به توافقهای نسبی رسیدند که حاصل اون آرامش و روند عادی در منطقه کردنشین رو به وجود آورد. خوب توجه کنید، این قطاری که به حرکت انداختم، لوکوموتیو ران شدم، شما هم تو هر ایستگاهی دارید سوار میشید، ببینید از اینجا به کجا و به چه نتیجه‌ای میخوام برسم. علی حضرت رضا شاه دوم، شما هم خوب با دقت گوش کنید. پس همان گونه که آزادی مهمه، همان گونه که همگی ما صحبت از دموکراسی و دموکرات منشی میکنیم، همانطور که همه ما ادعا میکنیم که برای بازپسگیری کشور داریم میجنگیم، به همان اندازه هم جلوگیری از اختشاشات و هرج و مرج بعد از آزادی، یعنی بعد از سقوط، بعد از براندازی، بعد از سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش، بیایم حد بزنیم چهارشنبه سوری کار رژیم تموم میشه. حد بزنیم چگونه میخوایم اختشاشات و سنگربندی تو خیابون‌ها و بمب‌گذاری‌ها و حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی و غارت و این گونه مسائل رو کنترل کنیم. چگونه می‌خواهیم حفظ مدارک و اسناد موجود در مراکز ادارات کشوری و لشکری، که ما باید این اسناد را حفظ کنیم تا بدونیم اینها در طول 31 سال گذشته چه جنایتی در حق مردم ما، در حق کشور ما، چه تاراجی از اموال ملی ما، منابع ملی ما، منابع طبیعی ما، زیرزمینی ما و همه چیز ما کردند. حفظ بانک ها، مراکز اقتصادی و به طور کلی هر آنچه که باید حفظ بشه، خصوصا مراکز بهداشتی، فراهم نمودن ارزاق عمومی، احتیاجات روزمره به خصوص برای نوزادان، کودکان، جلوگیری از امراض واگیردار و از این گونه مسائل که در هیچ رسانه‌ای، در هیچ سخنرانی، در هیچ مطلبی که این فرهیختگان و روشن فکران می نویسن، همش سیابازی، همش حقبازی، همش وقت تلف کردن، همش فریب و نیرنگ و این گونه مسائل، کو برنامه؟ برای انجام این امور نیاز مبرمی است، نیاز حیاتی است که پیش از سقوط رژیم جنایتکار، اشغالگر، دست نشانده، فاشیستی دینی، مافیایی و تروریست پرور اسلامی و آزادسازی میهن، یک دولت مؤتلفه موقتی به وجود بیاد. دو ساله دارم در این تلویزیون میگم، هیچ کس گوش نمیکنه. همون مصاحبه ها، همون متون، همون حرفا، همون مسائل تکراری 30 سال گذشته. نیاز حیاتی مثل اکسیژن، مثل آب که انسان اگر نباشه میمیره، که پیش از سقوط این رژیم خونخوار و جنایتکار، پیش از آزادسازی میهن، یک دولت مؤتلفه موقتی، یک شورای موقت رهبری، یک دولت در تبعید، هرچی اسمش رو میخواید، شورای رهبری، هرچی که میخواید بگید، به وجود بیاد که کارش تنها اداره کشور تا زمان انتخابات مجلس شورای ملی، تشکیل قوه مقننه که مظهر حاکمیت ملی و مردم سالاری باشه. پس از تشکیل مجلس شورای ملی و به قدرت رسیدن ملت، اون موقع تصمیم گیری برای آینده کشور، نوع نظام، به پای صندوق های رأی رفتن،
و تعیین سرنوشت کردن برای آینده ایران و نسل‌های ایرانه و در کمال آرامش و دو به دور از هر گونه هیجانات ناشی از یک التهاب پشت سر گذاشته شده بسیار منطقی و کارساز این دولت موقت، این شورای رهبری، این ستاد مرکزی اداره دوران گذار که باید تشکیل شده باشه و آماده باشه الان کارش رو وظیفش رو انجام بده. خیلی از سعید سکویی متنفرن این حرفا رو میزنن. از روزی که به این مسائل من پرداختم، خصوصا در طول 4-5 هفته گذشته فشار رو بیشتر کردم، من دارم احساس میکنم فشار به ما از نظر مالی بسیار زیادتر شد.